بالاخره رسما هادی چوپان برای مستر اولمپیای 2022 به آمریکا رسید سلام دوستان من علی رضا هستم از چنل یوتیوب ای فلکس فیتنس هادی چوپان هم برای چهارمین سال متوالی تونست ویزای آمریکای خودش رو به دست بیاره و خیلی زودتر خودش رو به دالاس آمریکا برسونه چند روز پیش بود که خبر سفر هادی رو به دوبه کار کردم و این سفر هم خیلی دور از انتظار نبود و از چند ماه پیش مشخص بود که هادی چوپان برای مسابقه دوبه ماسل شوی کشور امارات قرار هست به عنوان مهمان افتخاری حضور داشته باشه. بعد از اینکه عکس هانی رام بود و هادی در دوبه منتشر شد پیش بینی کردم که احتمالا تا زمانی که ویزای هادی تایید بشه اونها در دوبه کنار هم تمرین میکنن. اما فقط بعد از چند روز هادی چوپان همراه با هانی رام خودش را به آمریکا رسوند هانی رامبود این خبر رو توی یک پست جدید در پیج این منتشر کرده و توی کپشن نوشته که ببینید کی به دالاس رسیده. امسال هم شرایط رسیدن به آمریکا برای هادی خیلی راحتتر فراهم بود و تونست به کمک کمپانی ایوژن هانی رامبود دقیقا 44 روز قبل از مستر اولمپیا به آمریکا برسه. تیم ایوژن توی این مورد خیلی خوب کار کرد و این مسئله میتونه خیلی به سود هادی چوپان باشه. چونکه که به نظر من شرایط خیلی برابرتر میشه تک تک رقبای هادی هیچ کدوم استرس و ترس ویزای آمریکا رو ندارن و حتی چند تا از رقبای اون مستر المپیا در شهر محل زندگی خودشون برگزار میشه و بدون هیچ استرسی خیلی راحت روی استیج میان الان با این اتفاق هادی فرصت مناسبی رو داره که در کنار هانی بود بتونه به حد اکثر آمادگی بدنی خودش برسه و مهمتر از همه توی هفته آخر پیک بدنی خودش رو زیر نظر مستقیم مربی انجام بده اگه یادتون باشه مستر اولمپیای 2020 هادی چوپان فقط 36 ساعت قبل از مسابقه به آمریکا رسید چون که اون زمان دوره اوج کرونا بود و تقریبا رفتن به آمریکا برای هر کسی غیر ممکن بود اما همون سالم فقط توی مدت زمان کم هادی چوپان تونست خودش رو برای استیج آماده کنه و شب فینال هم با یک بدن فوق‌العاده روی استیج اومد. نکته جالب هم این تصویری است که پیج ایوژن در اسلاید اولش عکس هانی رامبود رو در کنار هادی چوپان قرار داده و این پست قبل از پست هانی رامبود منتشر شد و من اول کار فکر کردم این تصویر در دبی گرفته شده. اما به نظر میاد که این تصویرم احتمالا در آمریکا گرفته شده و هادی چوپان زیر نظر هانی رامبو جلسه تمرینی رو در باشگاه داشتن. رقبای هادی چوپان امسال خیلی بیشتر از سال گذشته هستند و همینطور با پیشرفت‌های وحشتناک و با کیفیت تر از بیگرامی قهرمان سال گذشته گرفته تا برندون کوری و اسمای جدیدی مثل اندرو جکت و مایکل کریزو پیشرفت همه امسال فوق بوده و امسال یک جنگ تمام عیار رو برای رسیدن به تاپ 5 مستر المپیا میبینیم بدنهای خیلی خوبی روی این استیج هستن و شاید بشه گفت نزدیک به 12 مدعی خیلی خوب با بدن با کیفیت روی این استیج رو داریم که هر کدومشون شایستگی جزء پنج نفر برتر شدن رو دارن عادی هم از این قاعده مستثنا نیست و توی سه سال گذشته جز تاپ فور مستر المپیا بوده حتی به اعتقاد خیلیا پتانسیل قهرمانی و نایب قهرمانی رو هم داشته امسال استراتژی هانی رام و هادی چوپان به نظر متفاوت تر میاد و اونها تونستن سایز بیشتری رو بگیرن و هادی رو حجیم تر از سالهای گذشته آماده کنن. البته که تمام دوره آف سیزن و آماده سازی تا اینجای کار یک طرف این 44 روز باقی مونده هم یک طرف چون که فرصت مناسبیه که هادی زیر نظر مستقیم هانی رام بتونه بدن بهتری رو آماده کنه. مطمئنم که به زودی ویدیوهای تمرینی و اپدیت های زیادی رو از هادی در کنار هانی رامبود میبینیم پس چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب داشته باشید تا خیلی سریع در جریان تازه تا این اتفاقات باشید توی قسمت کامنت ها به من بگو با توجه به اینکه هادی چوپان تونسته خیلی زودتر خودش رو به آمریکا برسونه به نظر میتونه تأثیری توی جایگاه اون در مستر المپیا داشته باشه به هادی چندم میشه خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردی اگه تا الان چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن و دکمه زنگوله رو بزن تا به محض انتشار ویدیوهای جدید مطلع بشی حتما ما رو سابسکرایب داشته باش چون که تیم ما قرار هست مستر 2022 رو برای ایرانیان با گزارش فارسی پخش کنی اسپانسر ما هم برند مکملی ایووژن آمریکاست که شما میتونید با کد تخفیف امیر فلکس از سایت اصلی ایووژن ناتریشن به طور مستقیم خرید کنید Now the question is, are you 3D? I got you.